بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على سيدنا ومعجة قلوبنا إمام العالم الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجا پر از درد ما گویا برایم دعا کن مریضم سر و پای برایم دعا کن حجت ابن الحسن گرفتار نفسم اسیر گناهم تو ای روح تقوی برایم دعا کن مولا جانم به غیر از تو دیگر کسی را ندارم تو تنهای تنها برایم دعا کن امیدم کجایی اگر کربلایی بیا و همان جا برایم دعا کن چو رفتی مدینه سر خاک مادر تو را جان زهرا برایم دعا کن یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا و
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها سبيلا. هدیه به پیشگاه مطهر و منور قطب عالم امکان بقیت الله الاعظم و جهت عرض ارادت و تسلیت به محضر نورانی حضرتش صلواتی اهدا کنید. در نوبت قبل عرض کردیم که جامعیت عاشورا اقتضا میکند که حداقل 4 نوع پیوند بین ما و قیام ابی عبدالله الحسین علیه السلام صورت بپذیرد. در 4 عرصه این پیوندها رو محضر عزیزان برشمردیم. یکی از این ابعاد پیوند اخلاقی بین ما و قیام حضرتش در نهضت عاشورا بود. عاشورا بسان دانشگاهی میماند که بهترین آموزه ها از جانب بهترین آموزگاران بر بشریت از هر دینی از هر گرایشی میشود ارزانی داشته بشود. اگر صحبت از ایثار میشود که یکی از برترین و بالاترین ارزش های انسانی است، سوا و جدای دینی که انسان برمیگزیند، بهترین مصداق‌ها و نمونه‌ها برای ایثار را انسان می‌تواند در کربلا مشاهده کند. چطور شود انسان تشنه باشد از صبح؟ این سپه سالار سپاه ابی عبدالله الحسین شمشیر به دست بوده باشد، دور خیام حسین بگردد، اون جیره آبی هم که در طی چند روز برای او اختصاص داشته است رو غالبا به دست اطفال حسین علیه السلام بسپارد. اما همین سرباز فداکار بعد از این که خود رو به شریعه فرات میرساند، مشک خیش رو سیراب میکند و کفی از آب چو آورد به نزدیک دهان، عکس 6 ماه در آن آب تماشا میکرد. ابوالفضل العباس تشنه بود، آب میخورد، کسی اجازه نداشت او رو ملامت کنه. اما ببینید ایثار و فداکاری و گذشت رو که عباس درسش رو به بشریت تعلیم میکند و مشق میدهد به تمام بشریت. عباس آب نمینوشد، این درس ایثار است، این گذشت است. ادب رو اگر انسان بخواهد بیاموزد، باز آموزگاری است در نهضت ابی عبدالله الحسین. یه مادری که فرزند خودش رو در دوران یتیمی رشد داده است، سایه پدر بر سر این طفل نبوده است. پدر به شهادت میرسد، طفلی از او باقی میماند، قاسم ابن الحسن، عبدالله ابن الحسن، با خون دل اینها رو رشد میدهد مادرشون. یه بانوی مکرمه مجلله اینها رو پرورش میدهد، به سن رشد که میرسن بعد میبینیم که به میدان میرود قاسم، به شهادت میرسد. هر کدام از شهدا که در کربلا بودن به میدان میرفتن، به شهادت میرسیدن، امام یا مستقیما او رو به خیمه میرسان، اگر نمیتوانست هم از جوانان بنی هاشم مدد میخواست تا او رو به خیمه برسانن. حالا بدن پامال شده سم اعضوهای قاسم رو بر سر دست گرفته است، وارد خیمه کرده است، یکی یک مخدرات و بیبی ها آمدن تسلیت دادن، سرسلامتی بر حضرتش دادن. بعد امام حسین نگاه میکنه مادر این طفل نیست، نجمه مادر قاسم بود، با اینکه غالبا می آمد بر سر سایر شهدای بنی هاشم حضور پیدا میکرد، اما فرزند جگرگوشه و دلبندش که به شهادت میرسه، امام او رو به خیمه شهدا می آورد، نجمه دیده نشد. بزرگواران، امام نگاه میکنن مادرش کجاست؟ چرا نمیبینمش؟
بگید بیاد. وقتی که این بانو می آید، اولین کلام و خطاب به حسین ابن علی به تعبیر بنده این است که سر خم می سلامت، شکنت اگر سبویی. الحمدلله که سایه شما بر سر ماست. قاسم اگر رفت وظیفه خود را عمل کرد. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. این درس، درس ادب است. بهترین درس‌های اخلاقی از بهترین آموزگاران در دانشگاه عاشورا بر بشریت ارزانی داشته می شود. اگر انشاءالله عمری باقی بوده باشد، تا پایان شبهایی که محضر عزیزان برسیم، در همین راستا مطالبی رو تقدیم خواهم کرد. یکی از درس‌هایی که انسان می تواند در حماسه عاشورا از مکتب ابی عبدالله الحسین علیه السلام بگیرد، درس توفیق است. عده‌ای بودند در رکاب امام حسین علیه السلام جزء انسان‌های موفق شدند، توفیق یافتگان به رکاب حضرت شدند. و می شود انسان از دیگرانی، اگرچه که نامه‌های بزرگ و درشتی هم داشتند، یاد کند که اینها جزء توفیق باختگانند. توفیق که نیافتند، او چیزی هم که داشتند از دستشان رفت. شما می توانید دو تا برگ مقابل خودتان در نهضت عاشورا مشاهده کنید، بر یکی از این برگها اسامی نورانی توفیقی یافتگان حک شده است، و در کنار اینها افرادی اسم اونها نمایان است که اینها توفیق رو باختند، دستشون از توفیق کوتاه شد. اجازه بدید از هر دو قماش برخی از مصادیق رو بنده ذکر کنم و بعد انشاءالله یک درس عملی و راهبردی در زندگی که خب قانون تکرار می شود. این تاریخ این واگن‌های یک قطار که در حال عبور هستن اما تکراری هستن، تاریخ هم تکرار می شه. عمر سعدها در طول تاریخ تکرار می شوند، کما این که فرعونها و نمرودها و جلادها و ابو جهلها و ابو سفیانها در طول تاریخ تکرار شدنی هستند. خب حالا چیکار کنیم؟ در این عصر و زمانه من و شما هم یک شخصیت موفق از خودمان به یادگار بگذاریم. اولین کسانی که می شود از اونها انسان یاد کنه که اینها توفیق رو از دست دادن، امام حسین آمد در خانه اونها اما قدرش رو ندانستن. این کشتی نجات بر ساحل وجود اونها بار گرفت اما نتوانستن از او بهره بگیرن. اولین شخصی که نام میگیرم شخصی است به نام عبیدالله حر جعفی. در تاریخ اسلام یه آدمی است که دارای پرونده سیاهی است، علیه امیر المؤمنین در جنگ صفین شمشیر زده است. بعدها امام حسین علیه السلام در طراحی نهضت ابی عبدالله، در طراحی نهضت خودش در عاشورا، آمد پیش همین عبیدالله، گفت عبیدالله گذشته تاریک و سیاهی داری، حاضرم باید معامله کنم، تو بیا از دست مده صحبت این کشتی نو، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت، تو بیا با ما باش، با من بیعت کن، با من همراه باش، منم وعده میدهم که جدم رسول الله وساطت و شفاعت از تو داشته باشد. خودش میگه وقتی امام حسین آمد این ماجرا رو با من در میان گذاشت، جا الحسین و سبیانه حوله، دخترکان کوچک حسین هم همراه او بودن، یعنی یک حادثه بفرمایید عاطفی هم رقم خورده بود برای او. اما طرف حسین علیه السلام نگاه میکنه میگه این همه لشکر، شما یک جمعیت محدود و معدود، اینها شما رو میکشن، نامی از شما نمیماند، اسم و رسمی از شما در لابلای کتاب تاریخ باقی نخواهد ماند. حسین من میخواهم مرگم موج ایجاد کند در جهان اسلام، میخوام مرگم هم صدا کنه، اینجا تو کشته میشوی، کشته شدن تو مخفی میماند در طول تاریخ. نیامد با امام حسین.
آقای امام حسین وقتی که مایوس شدن از حمایت اون، خواست بره طرف حضرت ناکت، گفت حسین حالا خودم که نمیام، اما ابزار جنگی میشود در اختیار تو گذاشت، شمشیر بخوای برات آماده میکنم، اسب بخواهی مهیا میشود، سرنیزه خواسته باشی تهیه میکنیم. امام طرفش نگاه کردن فرمودن لا حاجت لی به سیفک و رمحک و فرسک، من آمده بودم از تو دستگیری کنم، نیازی به شمشیر تو نیست، نیازی به سلاح و ادوات رزمی و جنگی تو ندارم، آمده بودم تو رو آزاد کنم. نخواستی رفت. امام حسین که به شهادت رسید، چند روز بعد از کنار کشته های حسین ابن علی و شهدای کربلا عبور کرد، به تعبیر من سنگ پیدا نمیکرد که به فرق خودش بکوبه، دیدی این کشتی نجات در خانه من آمد، پهلو گرفت، اما من نتوانستم بهره بگیرم و استفاده کنم. این میشود یک انسانی که توفیق رو باخت، جزء توفیق باختگان در کربلاست. شخص دیگری است، اخنف ابن قیس، از شخصیت‌های بزرگی است که باز در جنگ صفین حضور پیدا کرده است، علیه امیرالمؤمنین شمشیر زده، در بصره زندگی میکنه. امام حسین به بزرگان شهر بصره، او چهره‌های نامدار بصری، نامه نوشت، از جمله همین اخنف ابن قیس یه نامه‌ای بهش نوشت، او رو دعوت به همکاری کرد، گفت بیا همراه ما شو، با ما در کربلا باش، فردای قیامت پیش جدم رسول الله سربلند میشی. بعد از این که نامه امام حسین به دستش نوشت، یک آیه قرآن رو زیر نوشت کرد، فرستاد برای حسین ابن علی علیه السلام که یا حسین فصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. حسین دندان به جگر بگذار، عجله نکن، صبوری پیش کن. یعنی نها کنید داره درس اخلاق عملی هم به امام حسین علیه السلام همین نامه تعلیم میده. به تعبیری امام حسین وظیفه رو نمیشناسه، این شخص میخواد امام حسین رو آگاهی بدهد و بصیرت به او ببخشه. نیامد با امام حسین علیه السلام. عمر سعد جز همین افراد است. امام حسین باش که برخورد میکنه، میگوید که تو خواستی از طریق فروش خون من به ملک ری برسی، اما بدان که به گندم ملک ری هم دست پیدا نخواهی کرد. فرمودن از نصرت و یاری من شانه خالی نکن، لا تدع نصرتی، از من حمایت کن. تو میخواهی با من بجنگی؟ توی که جایگاه من رو میشناسی، موقعیت من رو دریافتی، با من نجنگ. اما بزرگواران هیچ کدام اینها قبول نکردن. امام حسین در خونه آنها آمد، اما اینها در رو بر حسین ابن علی به تعبیری باز نکردن، لذا اینها شدن جزء کسانی که توفیق رو باختند. در مقابل این طیف یه جماعتی هستن که عظمت خورشید تابناک مثل امام حسین علیه السلام تمام وجود اونها رو پوشش داد. این مغناطیس وجود امام حسین علیه السلام اینها رو جذب کرد، اگرچه که عزیزان اینها با امام حسین همسو و همجهت هم نبودن، از حیث عقیده بین اونها و ابی عبدالله الحسین تفاوت وجود داشت، اما به برکت حسین ابن علی علیه السلام راه رو پیدا میکنه، ثابت قدم در مسیر میشود و با پای شهادت از حسین ابن علی علیه السلام حمایت میکنه. یک شخصی است به نام زهیر ابن قین، یه انسان تاجری است، مکه مشرف شده بود، بعد از برگشت به سوی کوفه خبر شد که امام حسین علیه السلام هم قصد دارد بیاد طرف کوفه و عراق. سعیش بر این بود وقتی که اتراق میکرد خیمگاه او متفاوت از خیمگاه حسین ابن علی باشه، با فاصله خیمگاه خودش رو انتخاب میکرد، میگفت نشه یه زمان حسین ابن علی رو ببینم رو درواسی باشه، یه چیزی بگه ما بریم در لشکر و سپاه او ثبت نام کنیم. این کار رو میکرد بزرگواران، تعمد در این کار داشت. امام حسین گاه برای برخی ها خودش رفت، نیامدند،
برای زهیر ابن قین خود امام حسین علیه السلام نرفت، یه قاصدی فرستاد، یک شخصی نامرسانی بود، گفت برو سلامم رو به زهیر برسان، بگو امام حسین کارت داره. آمد سر سفره نشسته است، یه عده نشستن، زهیر است، همزلش هم نشسته است. گفت زهیر ابن قین کدامتان است؟ گفت منم. گفت مولایم حسین تو رو میخواند. توجه نکرد. بار دوم، بار سوم، گاه نکنید بزرگواران، انسان اگر در زندگی به موفقیتی دست پیدا میکند، مرهون همسر محترمی است که انسان با او زندگی میکنه. اینجا زهیر ابن قین فرستاده امام حسین علیه السلام رو بهش اعتنا نکرد، توجهی نداشت به پیغام امام حسین. همسرش یک نهیبی بهش میزند که عجب ابنت رسول الله، برو ببین فرزند دختر پیغمبر از چی میخواد؟ او دنبالت فرستاده، سر سفره نشستی لقمه میگیری؟ آب بلند شد، آمد محضر نورانی ابی عبدالله الحسین، یه صحبتهای اجمالی بین او و امام صورت گرفت. وقتی که به خیمه رسید به همسرش گفت به تعبیر بنده هر که دارد عوض کرب و بلا، بسم الله حسینی شد. با یک نگاه، با یک توجه، با مقداری تفکر و درنگ کردن خود رو به خیل عاشوراییان رسان. باز جزء کسانی که توفیق یافتند در رکاب امام حسین علیه السلام باشند و به شهادت رسیدند، دو تا برادر هستند که اینها از حیث اعتقادی مخالف با امیرالمؤمنین سلام الله علیه بودن. ابتدا حتی کسانی بودند که میگفتن علی نعوذ بالله کافر است، جزء خارجیان بودند، جزء نهله عباسیه و خوارج بودند. این دو تا برادر، علامه بزرگوار مجلسی ازشون یاد میکنه، میگه اسم یکیشون سعد بوده، دیگری ابوالهتوف. اینا بزرگواران در سپاه عمر سعد حضور دارن، یعنی دشمن امام حسینن. گفتن دست ما به علی نرسید، پسرش که هست، اگر علی رفته حسین باقی است، خب حالا او رو نکشتیم، میشود به فیض کشتن فرزندش برسیم. به همین قصد و نیت به لشکر اردوگاه عمر سعد حضور یافته بودن. بزرگواران، غالب اصحاب امام حسین به شهادت رسیدن، یک یک بنی هاشم عین گل پرپر شدند در مقابل دیدگان امام حسین علیه السلام. این دو نفر هنوز در اردوگاه عمر سعدن. یک زمانی صدای ناله امام حسین علیه السلام و استغاثه و فریاد ناله حضرت به گوش دو تا برادر میرسد که هل من ناصر ینصرونی، هل من مغیث یغیثنی، آیا کسی هست حسین را حمایت کند، نصرت خود را بر حسین برساند و در یاری فرزند پیغمبر خدا غفلت نکند؟ این دو تا برادر طرف هم نا کردن، این فرزند پیغمبر است، من و تو چشم به شفاعت جدش دوختیم، حالا امروز نه تنها او رو یاری نکنیم، بلکه تیغ برهنه کنیم برای بریدن فرزند، سر فرزند خود رسول خدا. بزرگواران، اینها طرف هم نگاه کردن، از سپاه دشمن سوا شدن، آمدن رسیدن طرف امام حسین علیه السلام. به حضرت گفتن آجان امالنا من توبتین، در به توبه به سوی ما باز هست؟ آجان ما بد کردیم، اشتباه کردیم، نفهمیدیم. آیا ابا عبدالله حال شرمنده و نادم و پشیمان محضر شما رسیدیم، ما رو میبخشی؟ امام بغل باز کنه، اینا رو بغل گرفت. این دو تا بزرگوار رخصت میدان طلبیدن، رفتند و به شهادت رسیدن. خدا قسمت کنه وقتی میرید زیارت امام حسین علیه السلام، قبل از این که به قبر امام حسین برسید، قبور شهدای کربلاست، میخوانید السلام علیکم یا انصار دین الله، السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. بهشون سلام میدید، ارادت نشون میدید به این دو تا برادر، به همین دو تا برادر. اینا هم جزء توفیق یافتگانن. در میان توفیق یافتگانی که باز در رکاب ابی عبدالله الحسین علیه السلام یک شخصیت و چهره شاخص هست،
حر ابن یزید ریاهی است. آقا دشمن امام حسین بود. وقتی که مثل دیروز امام حسین علیه السلام در کربلا محدود و محصور شد، آخه قصد امام حسین که کوفه بود، در کربلا میخوای چه کار کنی؟ امام میخواست از طریق کربلا بره طرف کوفه. هور و لشکریانش راه رو بر امام بستن، گفتن یبن رسول الله، ای که خواسته باشی بری به کوفه به پیوندی بشی، ایان خودت ملحق بشی، در حمایت و حفاظت اونها بوده باشی، جایز نیست. حسین اگر بخواهی برگردی به سوی حرم جدت پیغمبر خدا، بازم بهت اجازه نمیدیم، حتما حتما در حصار معدود کربلا باید باقی بمانی، نه راه رفت داری و نه راه برگشت داری. خب هر امام حسین رو معدود در کربلا کرد، هر اجازه نداد امام حسین بره کوفه، همین هر مانع برگشت امام حسین به مدینه شد. اما بزرگواران، روز عاشورا همین هر نگاه میکنه، یک طرف بهشت است، یک طرف دوزخ است، یک سو امام حسین علیه السلام است و یک جهت هم عمر سعد و ابن زیاد و یزید لعین لعنت الله علیهم اجمعین. خدایا آیا به حسین بپیوندم تا بهشتم آباد گردد و تأمین گردد، یا نه بپیوندم به یزید و دنیای خودم را آباد کنم؟ چگار کنم؟ کار به دینجا برسد که دامن دوست به دست دار و ز دشمن بگسل، مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمن، هم را میخواند به معذرت ملحق میشود، اجازه میدان میطلبد و بعد افتخاری نصیب این شهید میشود که امام حسین علیه السلام در خصوص کمتر شهیدی از شهدای کربلا این اجلال رو رعایت میکنه. خب این افتخار نصیب هر شد، این توفیق است، دست دیگران کوتاه شد از این توفیقی که به چنگ این بزرگ مرد آمد. ناکنید در کربلا یه عده بودن توفیق یافتن، یک جمعیت هم بودن توفیق رو باختن. حالا سوال اینه بزرگواران، اگر من و شما هم بخواهیم در مسیر عمر 60-70 کمتر بیشتر از عمر خودمان جزء توفیق یافتگان بشویم، راهکارش چیست؟ چیکار کنیم که بعد از سالیان سال وقتی نگاه میکنیم گذشته یا عمر خودمون رو مورد بازشناسی قرار میدهیم، خودمون رو توفیق یافته بدانیم، نه که توفیق باخته ببینیم؟ چیکار کنیم؟ چند تا عامل از روایات رو محضر عزیزان عرض میکنم و عرض خودم رو خاتمه میبخشم. اولین عاملی که میتواند انسان رو در این مسیر کمک کنه اینه که انسان در نعمتهایی که خدا به او داده است فکر کنه. تفکر در حوزه نعمات الهی میتواند مسیر توفیق رو فراسوی انسان باز کند. آقای عالم امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماین من فکر فی آلاء الله وفق، هر انسانی که در نعمت خدا بر خودش تفکر کنه، در این حوزه و حیطه بیندیشد، بداند که مسیر موفقیت فراسوی او هموار خواهد شد. شما قرآن رو ببینید چقدر داره نعمتهایی که خدا بر من و شما داشته است و در به ذهن انسان میاد برجسته میکنه که ای انسان، علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، خب مگه خدا به دو تا چشم نداده است؟ مگر زبانی برای تکلم بر تو ارزانی نداشته است؟ این دو تا لبی که در اختیار توست به خاطر سهولت در عمل تکلم کردن از جانب خدا بر تو ارزانی داشته شده، این نعمت است، درش فکر کن. در سوره رحمان 30 بار خدای متعال هی داره این مسئله رو به ذهن انسان بروز میدهد، خطور میدهد از ذهن او که فبأی آلاء ربکما تکذبان، ای انس، ای جن، کدام یک از نعمتهای خدا رو بر خودت میخوایی تکذیب کنی؟ گاه خداوند متعال تمدنهای بزرگ رو در قرآن اینها رو میاد به این مسئله تذکر میدهد که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم
و انی فضلتکم علی العالمین، نعمت بهتون دادم. فکر کنید این تفکر در نعمت بزرگواران، یک اثرش این است که انسان رو به موفقیت میتواند برساند. حر ابن یزید ریاهی چرا موفق شد؟ چون فکر کرد. روز عاشورا که شد هم خودش میاد، هم فرزندش علی رو میخواند، هم برادرش بکیر رو میطلبد. حر تنها نیامد، هم برادر خود رو میآورد، هم پسر خودش رو میآورد. بهشون نگاه میکنه میگه یا بنی کرامات الدنیا زائله و الناس فیها راحله نلحق بالحسین لعلنا نفوز بالشهاده. میگه عزیز پدر، جان برادر، این نعمتهای دنیایی امروز هست، فردا از آدم میگیرن. خب وقتی که نعمت در حال زوال و نقصان و از بین رفتن است، یه کاری کنیم که نعمت بر ما ماندگار بشه. چه راهی رو پیشنهاد میکنی؟ میگه ملحق شدن به اردوگاه حسین. اگر به اردوگاه حسین ملحق بشیم، او زمان است که میشود این نعمت رو بر خودت پایدار کنی. همین کار رو هم میکنی. انسان اگه بخواد موفق باشه باید از فکر خودش بهره بگیرد. مشکل جهان اسلام امروزه این است که ما متاسفانه، ما مسلمان ها کمتر از فکر خودمان بهره میگیریم. خدا به انسان دست داده، پا داده، چشم داده، گوش داده، معده و جگر داده است. از همه اینها آدم کار میگیره، اما از این عقل خودمان، از فکر خودمون کمتر بهره میگیریم. آکبند تحویل مثلا عالم آخرتش میدیم، ازش استفاده نمی کنیم. امام صادق سلام الله علیه میفرمان انا لنحب من کان عاقلا. اگه کسی عاقل بوده باشد، از فکر و عقل خودش بهره بگیرد، من اون رو دوست دارم. تو اگر میخواهی محبوب من بشی، در جاذبه محبت من قرار بگیری، از عقلت استفاده کن. این راه اول. راه دوم دینداری است. اگر انسان اهل دین و دیانت باشد، اگر اهمیت به گزاره‌های دینی بدهد، اگر واجبات دینی پیش من مهم و معتبر بوده باشد، به خاطر رضایت دیگران دست از عقایدم بر ندارم، به خاطر اینکه فلان و بهمان خوشش بیاید یا بدش نداید، از واجبات خودم چشم پوشی نکنم، دین پیش من مهم و معتبر بوده باشد، امیرالمؤمنین می‌فرمایند این انسان در زندگی موفق خواهد شد. دینداری توأم با موفقیت است. راه سوم رو عرض کنم و عرضم رو خاتمه ببخشم. بزرگواران، او کسی که طالب موفقیت در زندگی است، لازمه او این است که نصیحت پذیر باشد. من و شما در عصر و زمانی زندگی میکنیم که غالب مردم نه تنها نصیحت پذیر نیستند، که نصیحت ستیزند. یه عده‌ای نه تنها نصیحت پذیر نیستند، که نصیحت گریزند. هر چیزی که میخواهد انسان رو به هوشش بیاورد، عقل انسان رو شکوفا کنه، متاسفانه اونها رو از خودمون دور میکنیم. امیرالمؤمنین میفرمایند از بزرگترین زمینه‌های کسب توفیق در زندگی اخذ النصیحه، اینه که انسان نصیحت بپذیره. یه پدری مادری برای رضای خدا آمد من فرزند رو نصیحت کرد، گفت پسر جان ره راست رو تا به منزل رسی، تو در ره نی زین قبل واپسی. این رو آمد از سر مهر به من فرزند گفت. خب حالا این نصیحت پدره، این نصیحت مادره. اگر دل به آموزه او دادم، حرفش رو قبول کردم، بدان که انقریب به وادی توکل، به وادی توفیق دست پیدا خواهی کرد. آدمی که نصیحت پذیر است در زندگی موفق میشه. این سه تا عامل بود محضر عزیزان اشاره کردیم. امیدواریم که خدای متعال به حق امیرالمؤمنین، به حق فرزندان معصوم حضرتش و به عظمت ابی عبدالله الحسین علیه السلام توفیق پذیریم و کسب توفیق رو نصیب و بهره همه من و شما بگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خب شب سوم این مجلس است. در روز سوم مجالس و چیزی که قاعدتاً رسم هست، دست توسلی به ذیل عنایات بیبی سه ساله، دختر نازدانه ابی عبدالله حسین علیه السلام که ای بسا او رو رقیه بخوانند، دراز میکنند. قرآن چقدر توصیه میکند که انسان مهر و محبت خود رو نصیب یتیم کنه. پیغمبر دو دست خودشون رو ایطور آوردن کنار هم، فرمودن انا و کافل الیتیم که هاتین، من و کسی که سرپرستی یتیم رو بپذیرد این همین دوتا هستیم فردای قیامت، یعنی کنار همین. خدا به پیغمبر میگه و اما الیتیم فلا تقهر، یا رسول الله نشه یتیم رو از خود دور کنی. حالا امشب من و شما هم بریم یتیم نوازی کنیم. یک یتیم سه ساله از ابی عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا باقی مانده است. روزه است بسیار جانگداز و احساسی. از اینجا شروع کنم مصیبت رو. امام حسین علیه السلام بعد از این که میدان می رود، از خواهران خودش اهل حرم خداحافظی می کنه. سوار بر اسب شد، نهیب میزند، تکان نمیخوره. یه زمانی نگاه کرد که نازدانه دستهای کوچک خود رو روی اسب گذاشته است، روی دستهای اسب گذاشته است. میگه پدر جان تا پایین نیایی ننشینی خواسته خود رو به تو نمیگویم. امام حسین از اسب پیاده شد، بر زمین نشست. نازدانه آمد بر زانوان پرمهر پدر نشست. بعد گفت پدر جان از وداعی که با حرم کردیم حتم دارم که بر نمیگردی، این خداحافظی جانسوزی که با عمه جانم زینب کردیم، ای بسا این پیراهن کهنه گرفتن و بر تن پوشاندن و عزم میدان کردن، بر من یقین شد که پدر جان بری دیگه سالم بر نمیگردی. پدر جان اگر نازی کند دختر خریدارش پدر باشد، تو که بری دیگه کسی نیست ناز یتیمت رو بکشه. بزرگی کن، بیا خودت دست تفقدی بر سر یتیمت بکش. امام حسین تفقدی میکنه و بعد او میگوید من بر میگردم، احوال پرس تو به تعبیری هستم، به تو سر میزنم. امام رفت، اما از اون طرف و جا فرس و که باکیان مهمه من هل الخیام، امام بازل جناح میرود، اما این اسب بدون امام حسین علیه السلام با یال و کاکل خونین با بفرمایید زینی واجگون بر میگردد. این طفل به خود گفت پدر گفت بر میگردد اما نیام. لحظاتی بعد ببیند که آمدن سر از تن پدر بریدن، اینها رو به بند اسارت بستن، فردای عاشورا اونها رو به سوی کوفه و شام میبرن. گفت پدر گفت بر میگردم اما بر نگشت. در مسیر رسیدن به کوفه بر روی زانوان عمه جانش این نازدانه سه ساله نشسته است. یه زمانی میبیند که عمش زینب داره با یک سر بریده بر فراز منبر نیزه نشانده شده سخن میگوید که یا هلالن لم استتم کمالا، ای هلال زینب چقدر زود طلوع کردی. نگاه به عمه میکنه، این سر بریده رو نگاه میکنه، بعد بگه عمه جان سر کیه رو نیزه قرآن میخونه؟ گمونم سر باباست، دل منو میلرزونه. فهمید سر پدرش حسین ابن علی است. چقدر آرزو دارد سر رو به دامن بگیره، به او ندادن. این نازدانه رو به کوفه بردن. چند روزی بعد باز او رو آواره بیابان‌ها کردن تا ای که به شهر شام رسید. شهر شام، قصر یزید، کاخ لعین یزید، و بعد هم مجلس بیاراید و سرا رو وارد بر خود بکند. سر بریده حسین رو داخل تشت طلا، یک چوب خیزران، لب و دندان حسین، و بعد هم جسارت یزید بر این لب و دندان. باز هم گفت
پدر گفت برمیگردم به تو سر میزنم، اما نشد. داخل تشت سر بریده پدر رو میبیند، خیلی دلش هوا میکنه که عیسی رو بغل بگیره، اما به اون ندادن. اما عزیزان، همین نازدانه 3 ساله به همه من و شما داره داد میزند، یاد میدهد، شیوه مناجات با امام زمان رو داره به من و شما تعلیم میدهد که اگر میخواهی امامت به تو سر بزنه، باید پیوسته امامت رو بخوانی. آنقدر پدر میخواند، آنقدر امام زمان خیش رو صدا میزند که آخرالامر نیمه شب در یک خلابه در شهر شام این سر بریده رو آمدن به دامن این طفل 3 ساله گذاشتن. دیدید دیگه، وقتی که انسان مسافرت میرود، اگر از اون دختری باقی مانده باشد، این دختر هر صدایی که از در میشنود احساس میکنه که پدرش رسیده است. طرف مادر نگاه میکنه، مادر جان اجازه بده من برم در رو باز کنم، آخه پدرم آمده است، دوست دارم خودم برای بار اول صورت به صورت پدر داشته باشم، نگاهم به نگاه او دوخته شده. این نازدانه هم همینطور بود، چشم براه پدر بر سر خلابه نشسته است که پدر بیاید و باز اون مهر و لطف و فیض حسین نصیب این نازدانه شود. صلی الله علیک یا بنت الحسین یا رقیه. دختری را کو پدر در سفر همه شب دیده حسرت او را به در است، گوشه گاه نشیند تنها رو به دیوار و بگوید بابا هر صدایی که زدر می آید به گمانش که پدر می آید، اما دختر در به در شاه شهید در خرابه سر ببریده بدی، همچی که سر را وردن به دامن رقیه گذاشتن، امه جانش زینب و صدا بزنه، امه میشه زیر بغلامون رو بگیری؟ آخه میخوام از خراب بیرون برم دختران شام رو صدا کنم بیان بابام رو ببینم، امه جان هر زمانی منو میدیدن منو به ام نشون میدادن، میگفتن این دختر یتیم بابا نداره، مدد از امه گرفتم که مرا راه بلد، چند قدم رفت ولی دست به دیوار گرفت، ای سن بریدن و به دامن میگیره، شروع کرد با سر پدر حرف زده، بابا یا آن شب که من از اشدار افتادم و غش کردم بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودی؟ بگه بابا
کدام جفل ظالم زبعد باب بازو بریز مان و تنابش بگردنم بگه بابا من الذي ایتمنی فی زغر زنی یعنی کدوم نامردی منو در سه سالگی یتیمم کرده گفت بابا ناز مرا به ضربت زیلی کشیدن بابا گمان مدار نوازشگرم نبود یه دختر بچه یه سه ساله رو مد نظر بگی صورت مایش رو تصور کن بمیرم بنا سه ساله یه ابی عبدالله وقتی سر بریده یه بابا رو گرفت گفت بابا جان دست عدو بزرگ تره صورت منه یک ضرب زد دو گونه ی سرخم که بود انقدر با این زن بریده حرف زد درد دل کرد شیرین زبانی کرد یه زمانی هم دیدن دیگه صداش بلند نمیشه گفتن حتما خوابش برده ام جانش زینب آمه رقیه جان یه چیزی بگو امه رقیه جان بیشتر از این دیگه به زخم دل زینب نمک نزن یادگار بلادرم یه زمانی امام سجاد فرمودن امه به خدا خواهر سزالم رو کشنن بازار شام دیدم دشنام شنیدم اما دشوار سر ندیدم از این خلاب جایی صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه اما یجیبون مضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب مضطر اذا دعا نسألک اللهم و ندعوک به مولاتنا فاطمه الزهرا و به مولانا صاحب الزمان نستجب دعواتنا یا الله تأجیل در فرج مولایمون مرحمت بفرما سلام عرض ارادت ما محضرش ابلاغ گردان ما رو مشمول دعاهای خیر امام زمان قرار بده دعاهای حضرت در حق همه ما مستجاب فرما توفیق فهم و درک و عمل به معارف قرآن اهل بیت علیهم السلام رو روزی همه ما قرار بده به فاطمه زهرا مریضان و مؤمنین منظورین ملتمسین دعا مریض و مریضه مد نظر لباس عافیت بپوشان اموات گذشتگان پدران مادران علما و مراجع اعظام تقدیر امام راحل شهدا شهدای عزیز کشورمان افغانستان مهمان الطاف بی پایان امام حسین بگردان امنیت و آرامش در تمام کشورهای اسلامی خصوصا کشور ما پهن بفرما همه ما را عاقبت بخیر بفرما
بالنبی و آله. الفاتحة مع الصلوات.